سلام صبحتان بخیر. خب از سرایه جان شروع میکنم. سرایه یک سلام علیکی با دوستان و پدر جان و مادر جانت که پای تلویزیون نشسته داشته باش. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. سرایه رضایی هستم، متعلم صنف ششم. خیلی خوش آمدی سرایه جان، ما هم خیلی خوشحال هستیم از اینکه خودت در برنامه داریم و همچنان زینب جان عزیز، خیلی خوش آمدید در برنامه. خوش باشیم. سلام خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز که ما را از پشت پرده تلویزیون راه فردا تماشا میکنن. زینب اکبری هستم، متعلم صنف ششم. خیلی خوش آمدین، بسیار ما خوشحال شدیم از اینکه شما دو تا امروز در برنامه به خود دارید. ما هم خوشحال شدیم. بسیار عالی. خب صنف ششم گفتین هستین شما دو تا، هم دیگه حتما سرایه جان بر ما میگه دوستای صمیمی هستین؟ بله بله، دوستای صمیمی. خب خود سرایه بر ما میگه چی ویژگی های را در زینب دیدی که دوست صمیمی انتخاب کردی تا در کنارت باشه به عنوان دوست صمیمی؟ زینب عادت و اخلاق خوبی دارد و زینب یک شاگرد خوبی میباشه و نقطه. آفرین. نگفتن اماند که ما و فروزان جان هم دوستای صمیمی هستیم. امروز پس بگیم در برنامه ما کلن دوستای صمیمی گرده هم جمع شدیم تا یک برنامه خوبی را داشته باشیم. بله. بسیار عالی. و همچنان زینب جان بر ما میگه که خودت در سرایه جان چی خوبی را دیدی، چی ویژگی را دیدی که نسبت در دیگه صنفی های بهتر بود تا من حیث دوست صمیمی بر خودت انتخاب کردی؟ من دختر باهوش است، دختر مهربان است و همیشه در درس های خود کوشش میکنم. بسیار عالی. یک ویژگی که اینا معیار قرار دادن این است که باید دختر لایق باشه. هر رقم که دوست آدم باشه، بازم زو خوی و عادتش، اخلاقش و درس خواندنش و دوستش هم میتونه انتقال کنه. ما که دوستیم بسیار دختر لایق و بااستعداد است، هر دو تای ما هم بااستعداد هستیم. یعنی خاطر کار فرزان جان قسمی که میگه خودت هستی، اما خصوصا با دوستات انس میگیری. دقیقا. و اما قسم که فرزان جان یاد کرد، قسمی که دوستت خوب باشه، خوبی دو طرف ها می باشه دیگه. قسمی که فروزان جان خوب است، خوبی از خودش است که ما را خوب می بینه. سلامت باشی فروزان جان. خب امروی مهمان های ما قصه کنیم. خب زینب جان، بر خودت مضامینی که پشت سر گذاشتن دی امتحان داد، امتحان چانی ماه، کدام مضمون بر خودت نسبت به دیگه مضمون ها سخت تر تمام شد؟ یکی مضمون انگلیسی و یکی مضمون ریاضی. بسیار علی، باز به خودت مضمونایی که بر خودت سخت‌تر تمام شد، صنفای آموزشی هم برش گرفتی؟ نه خیر، کوشش میکنم که از این به بعد داشته باشم. انشالله صنفای آموزشی هم بر خودت داشته باش که در امتحان سالانه بر خودت سختی نداشته باشه. سرایه جان، خودت امتحانات چطور گذشت؟ امتحانم عالی بود. عالی بود. خب باز مضمونا، کدام مضمون سخت بود برات یا نه کلیش هم تو آسان؟ آسان. آسان بود. کدام مضمون سرایا خود گفت کل مضمون ها بر ما آسان بود، باز کدام مضمون خودت زیادتر دوست داری؟ انگلیسی. انگلیسی، در انگلیسی حتما خیلی لایق هم هستی دیگه. بله. آفرین. تا جایی که دوست صمیمی هست دیگه، به نظرم که سرایا جان همراه زینب جان هم در انگلیسی کمک میکنه دیگه. بله. بسیار عالی. زینب جان، امروز در برنامه بر ما چی آوردی؟ امروز بر شما و بندگان عزیز یک شعر. شعر راجع به چی است؟ شعر راجع به مناجات. مناجات. و همچنان سرایه جان بر ما چی آورده؟ من یک پارچه شعر. شعر راجع به چیه؟ به ال. ال. فروزان جان، از کدام شو بیشتر اول تر بشنایی؟ خب از آرتایشان در یک سال هست، ولی مناجات اول با نام خدا شروع میکنیم، بعد از شعر درباره علم سرایه جان میشنیم. خب زینب جان شعر خودتان میشنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گناه کردی بیا می بخشمت، گفتم که غفارم. گناه کردی بیا می بخشمت، گفتم که غفارم. تو با خود دشمنی کردی ولی من دوستت دارم. اگر من با تو بد بودم تو را دعوت نمی کردم. گشودم در که برگردی ببینی لطف بسیارم. تو مهمان عزیزی بر من و من میزبان تو. تو مهمان عزیزی بر من و من میزبان تو. چگونه مهمان نومید برگردد ز دربارم. ز بستر نیمه شب برخیز و اشکی ریز بر دامن. ز بستر نیمه شب برخیز و اشکی ریز بر دامن. که با اشک شبت خاموش گردد شعله نارم. تو آن عبدی که در گرداب جرم و معصیت غرقی. من آن ربم که باشدم بدن لطف و کرم کارم. به جز نومیدی از عفوان ببخشم هر گناهی را. امید آور امید آور که من از یأس بیزارم.
از آبا عفو باشد هر دو تحت اختیار من، توان سوزانمت اما ببخشیدن سزاوارم. تو دائم غافل و من آنی که از تو نیستم غافل، خواب و منزل لطف و مرحمت پیوسته بیدارم. به بازار محبت عشق باشد بهترین کالا، که هر یک قطره را با یک نم رحمت خریدارم، که هر یک قطره را با یک نم رحمت خریدارم. بسیار عالی، یک مناجات واقعا عالی و همچنان صدای نرم و ملایمی که زینب جان داشت و مناجاتش واقعا مناجات بسیار خوبی را برای ما و شما بنده های خوب ما به خانش گرفت. از شما شنیم که این مناجات که بر خودت انتخاب کرد یا خودت انتخابش کردی؟ این را بیشتر مادر جان. مادر جان و همچنان شاید مادر جان تم باید کمک هم کرده باشد در خواندن و خانشش. بله. چند مدت را تمرین کردی پیش خودت؟ تقریبا یک روز. یک روز. واقعا دختر با استعدادی هست که در یک روز تانسته این مناجات را هم با خودش تمرین کنه و هم حفظ داشته باشه. بسیار عالی. مناجاتی که خود زینب جان هم خواندن درباره خداوند بود که خداوند به نهایت مهربان است. هر گناهی تو بکنی تو بازگرد، توبه تو را حتما خداوند قبول میکنه. بسیار عالی، مناجات زیبا. خب سرایا جان، خودت امروز بر ما چی آوردی در برنامه؟ یک پارچه شعر. شعرت درباره علم بود دیگر. خب بخوان بشنویم، کسایی که هم بیننده هستن بشنون که سرایا جان امروز چی میخوانه بر ما. ذره از علم و هنر خورشید تابان میشوند، مور اگر عرفان بیاموزد سلیمان می شود. خاک بی مقدار را علم و هنر زر می کند، سنگ زیر تربیت لعل بدخشان می شود. مرد بی تعلیم مانند در حجاب انزوا، زنز پهلوگ تمدن مرد میدان می شود. با گلی بی سرپرستی زود گردد خارزار، شورزاری زیر تربیت روی گلستان می شود. کی بود نهال جهل جز ندامت حاصلی، آدم بی این در دنیا پریشان می شود. کی بود تنهایی و بی وقا، خانه اقبای جاهل نیز ویران می شود. آفرین، چه شعر زیبا درباره علم که سرایا جان به ما گفت، خواندن و به خانش گرفتن درباره علم. درباره علم که باید بگوییم هر انسانی لازم است علم داشته باشه و در کنار علم بتانه او را عملی کنه تا بتانه به قله های بلند موفقیت برسه. خب سرایا جان، خودت این شعر را برات کی انتخاب کرد؟ این شعر را برام پدر جان. پدر جانت انتخاب کرد. حتما در خواندن و حفظ کردنش باید همکاری هم کرده دیگه. بله. باز در چقدر مدتی را خودت حفظ کردی این شعر؟ یک روز. یک روز. خاطره جان دیگه، امروز دخترای بسیار لایق در استودیو با خود داریم، بسیار لایق که در یک روز شعر از زینب جانم خیلی طولانی بود از سرایا جانم حفظ کردن. بله بسیار عالی. زینب جان بر ما زیبا بگو که در خانه کی بیشتر خود ده حمایت میکنه، بیشتر امرای خود در درسایت کوشش میکنه، تلاش میکنه؟ بیشتر مادر جان. مادر جانت واقعا دست همه مادر را بستنیست که همواره با ما کوشش میکنه تا بتانه ما را به اوج بلند موفقیت برسانه. بله. و همچنان سرایا جان بر ما میگه که بنده خودت بیشتر کمک میکنه در خانه؟ مادر جان. بسیار عالی. خاطره جان امروز دیگه در برنامه شگفه های بسیار با استعداد با خود داشتیم، هر چقدر باشون هر میزانیم بازم کم میاریم. خب فعلا هم وقت برنامه کم مانده، یک پیام زیبا از سرایا جان برای هم مثالایت در سرایا جان چی پیام داری که ما بشنویم؟ پیام من این است که همیشه درس بخونید و تلاش کنید، و پیامبر گرامی هم فرموده است که علم بر هر مرد و زن و مسلمان فرض است. بسیار زیبا. دقیقاً سرایا جانم پیامشی است دوستا که حتما در درسهای خود کوشش کنید و در آموختن علم هم کوشش کنید. خب زینب جان پیام خودت به همسن سالای چی است؟ پیام ما بر بندگان عزیز ای است که همیشه تلاش کنین، همیشه پیشرفت کنین و برای خود ادامه بدین و هیچ وقت تسلیم نشین. بسیار عالی.